با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، این صدا رو درست کنیم صبح بره وقت. عرض ادب و احترام دارم در این روز جمعه، جمعه 14 دسامبر 2018 است، 23 آذر 1197، و بالاخره این قافله عمر عجب میگذر. بر اساس پیشنهاد عزیزان گفتن که آقا روزای جمعه ذره لباس مرتب بپوش، ما هم تصمیم گرفتیم که جمعه ها یه ذره کت بپوشیم در حقیقت، و با کت و پیرن مرتب بیایم خدمتتون. من فکر میکردم اونجوری که هر روز میام مرتبه، ولی میتونی که نبوده و دوستان علاقه من بودن که مرتب تر باشن. عرضم به حضور شما که بذار اینا رو درست بکنیم. بله، از اونجا آغاز کنم که روزای جمعه به عکس روز دوشنبه که ساعت 8 صبح شروع میکنیم، جمعه هرچی تقلا میکنم که این برنامه خودم رو همون ساعت 9 که وعده کردم شروع کنم، راستکی نمیشه، برای اینکه وقتی میای اینجا اول کاری که باید بکنی اینه که بری سراغ ایمیلا. به محصه که ایمیلا رو باز میکنی یه سری صورت حسابایی که من همه حسابا رو از طریق اینترنت بدون کاغذ بهش میگه پیپرلس، که کاغذ برام نفرست بی خودی، هر چی میگی همینجا بفرست و من پاسخ میدم یا پولشو پرداخت. اول صبح بودیم اینا رو رتق و فتق کنیم، و چون از نظر مالی در مضیقه فراوان هستیم، همیشه مکافاته که این پولا رو جفت و جور کنی، یه ذره میدی. خب وقتی که خورد پرداخت میکنی این ولت نمیکنه که فردا دوره میاد سراغه. در ایام هفته وقتی که برنامه ها شروع میشه، خب من یه مقدمه کوتاهی رو اینجا میگم، میکروفون رو تحویل میدم به اون عزیزی که داره سخنرانی میکنه، بعد خودم مثل شما در حالی که دارم اون برنامه رو نظارت میکنم، کنترل میکنم نظر فنی و نظر این که بشنوم که چه مطلبی رد و بدل میشه، این برم چند تا کار انجام میدم و به ایمیلا پاسخ میدم، مقالات رو جابجا میکنم. ولی این جمعه رو ببخشید دیگه، بهها بپذیرید که یه قدری چنان که گفتم دوشنبه رو پذیرفتید که ساعت 8 شروع کنیم، امروز رو هم بپذیرید که یک نیم ساعتی دیرتر شروع کنیم. یه عزیزی هم از 925 زنگ زده، نمیدونم 925 کجاست، ولی بهها او هم هشدار داد و نگران بود که شاید من پلنگ خفته باشه. اما بریم سراغ ایمیلای هفته. یه دونه هم فکر کنم جا گذاشتم، بذارم یکم بیارم. و هم میگویه که 13 دسامبر. اوه نه، اینو بذار آخر سر بکن، خیلی بد. چه بذار بخونیم، من که ننوشتم، هرکی نوشته مسئولیت چه با اونه. میگوید که مردم ایران آلوده به دروغ و تزویر شدن، ملتی که در سیاهی نشسته به روشنایی راهی نداره، ملت درگیر قسطای وامهای گوناگون هستن، حکومتیان با حقوقهای میلیونی بالاتر از 50 میلیون و 100 میلیون و دزدیهای شگرف هیچگاه موقعیت خیش را رها نمی کنند. حتی جایی را ندارند که بروند. تحریم با افزایش دلار ریال را آسیب زده و موجب فشار بی حد به مردم می شود. تبادل کالا در برابر نفت باید به گونه‌ای باشد که پول آن قابل ردیابی باشد. اینها اقتصاددان نیستند، تنها لجوجند و تا
تازی مرگ ملت ایران برایشان پسیزی ارزش ندارد. قلب وطن در سینه اینان نیست. مردم ایران هم مردم بدی هستند. آنها بی نظمی را دوست دارند. هر قومی سرنوشت خیش را می سازد و هر قومی شایسته کسی است که بر او سوار شده است. قرآن کریم سوره بقره. مردم از گلوله وحشت دارند. یک فرزند دارند و دوست ندارند آن را به گلوله دجالان بسپارند. بر اساس حدیثی که نمی دانند صحت دارد یا نه، قیام ها در قبل از امام زمان محکوم به شکستند و پرچمدارشان طاغوت است. این حکومت نیز رفتنی است، اما تاریکی و فرهنگ بی اصلی را از خود به جای می گذارد. جنگ با اهریمن از بیرون موجب تقویت او می شود. راه های نفوذ او با روش امبولازاسیون قده سرطانی باید خشکان. فشار به مردم ایران سودی ندارد، چون به گدایی و گرسنگی و دروغ عادت کردند. آنها بی انصاف شدند. هیچ کشوری دوست ایران نیست. عده‌ای اندیشه تجزیه ایران را دارند و روس‌ها اولین دشمن مایند. اعراب نیز دیکتاتور و نادان هستند. پیرامون کشور ما بلوا و نفهمی موج می‌زنند. درسته حالا همه چیز به ترامپ، هوک، پوتین، نتانیاهو، بن آره، هیچ کدام دوست ما نیستن. مردم ایران ناآگاه از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای خویشند و همین موجب اشتباهات تاریخی آنها شده است. آگاهی دشمن دجال بالاخره آگاهی دشمن دجالیه است و ارتباط با ملل دیگر به زیان هر حکومت دیکتاتوری. در ایران هر کس که دارد بی تفاوت به اطراف خود به خودرو لوکسش گاز می دهد و در حال نادانی به دنبال تفاخر می رود. عده‌ای هم در نادانی مذهبی چون ماهی در لجن غوطه می خورند و ملاک دروغ راستشان تنها تلویزیون دولتی است. ما با چنین ملتی 80 میلیون شدیم. خب این یه دونه است، یه دونه دیگه هم هست، بذار اینم بخونم بعد یه توضیحی تلاش میکنم بدم به شما. همینه. ممنون بابت برنامه. اینو آقای کیا نوشته، اون قبلی رو مجید نوشته بود، بعد این آقای کیا نوشته ممنون بابت برنامه خوب و کیفیت شما. برنامه شما رو دنبال میکنم. افراد محبوب من در شبکه شما آقای مصداقی، آقای باصفت و آقای کامران هست. دن اگرچه باقی کارشناسان برنامه شما هم محترم هستن. آی بهبانی عزیز، من کاملا واقف هستم که شما واقعا غم ایران را میخورید. یه غم خاصی رو در چهره شما میبینم، به ویژه در برنامه‌ای که برای مخاطبان میذارید. اما آقای بهبانی عزیز، من خودم دیگه با ایران و حتی خاورمیانه کاری ندارم. دیگه برام مهم نیست که اون ایران آباد بشه یا نه. از مردمش هم خیلی وقته که دل شستم، چون در اروپا هستم و با ملت‌های گوناگون معاشرت دارم. کلن نگاه ملیتی و فرهنگی و مذهبی و نژادی را گذاشتم کنار. دیگه هیچ جا کشور من نیست. همه این سریاره سرای من است. ولی نگران آینده این جماعت بشری هستم. به حقیقتی که شما هم مسلمن میدونید، یه حقیقتی که شما هم مسلمن میدونی اینه که جهان غرب رو به افول است. خصوصا به لحاظ جمعیتی دارن کاهش پیدا میکنن. در همین اروپا شاهد افزایش جمعیت مهاجران به ویژه مسلمانان هستیم که توازن جمعیتی را کاملا به هم زده. از طرفی جمعیت اروپاییان داره کم میشه و از اون طرف جمعیت مسلمانان داره زیاد میشه.
بیشترشون هم به فکر ساخت مسجد و حسینیه هستن، اصلا فکر اینجا رو نپذیرفتن. اصلا فرهنگ اینجا رو نپذیرفتن و دنبال اسلامسازی اینجا هستن. من نگرانم که جهان غرب فرو بپاشه، چون اگرچه کشورهای غربی جنایت زیادی در سایر نقاط این سیاره کردن، اما باز هم بهتر از سیطره اسلامی است چین و قدرتگیری روسیه هستند. همین یه ذره دموکراسی و آزادی بیان هم الان در خطره. در چند دهه آینده احتمال اینکه توازن نژادی به هم بخوره خیلی زیاده. من طرفدار نژادپرستی مطلقا نیستم، اما متاسفانه افزایش جمعیت مسلمانان به موازات کاهش جمعیت مردمان بومی اینجا هویت و شالوده کشورهای اروپایی را تهدید میکنه و اینجا هم باید شاهد حضور اسلامیستای جانی باشیم. اصلا موضوع مهاجرت نیست، موضوع جدیتر از این حرف هاست. شرایط آب و هوایی بد شده دیگه، مثل سابق برف نمیاد در اروپا، سیل و خشکسالی زیاد شده، محصولات کشاورزی کم شدن، مردم هم خشنتر شدن، سبک زندگی بد جوری تغییر کرده. خلاصه اینکه آینده بشر کاملا تاریک است. آقای بهبانی عزیز، شما واقعا در تلویزیون میهن زحمت میکشید، اما لطفا استراحتم بکنید و در کنار خانواده باشید. زیاد قصه این مردم را نخورید. این مردم به ظاهر بینی جم تی وی، فیلم پورن، مذهب، خرافه‌گرایی، مفخوری، حسادت یا دروغ، فحاشی عادت کردند و باهاشون خو گرفتن. منم جزی از این مردم هستم که ای کاش نمی بودن. آقای بهبانی عزیز، بحران آینده بحران محدود به یک کشوری مثل ایران نیست. میرسه اون روز که جماعتی میلیاردی واسه فرار از گرسنگی، تشنگی و بی سرپناهی مرزها رو میشکنن و از این قاره به اون قاره مهاجرت اجباری میکنن. دیگه هیچ کشوری در امان نیست، حتی اگر کشتار چند صد میلیونی صورت بگیره. خب بذار بریم سراغ همین کیا و سراغ همین آقا مجید. با اجازه شما، با سلامتی. به یکی بهتر قهوه صبحگاهی نیست. عرضم به حضور شما که ناامیدی، یأس، اینا دلایل 40 سال یک نظام اهریمنیه که شادابی رو از مردم گرفته. ندبه یعنی گریه، زاری، دعا داره، مراسم داره، که این رو از یهودی ها گرفتن. البته میدونی که میرن دم اون دیوار، اسم اون دیوار هست دیوار ندبه، دیوار زاری، میرن پای اون دیواره کلشون تکون میدن، گری زاری میکنن، برمیگردن. و هر رئیس جمهور آمریکا هم که وقتی انتخاب میشه حتما باید یه سری اونجا بره و در پای ندبه کنه و برگرده. اما واقعیت اینه که نظام حاکم بر ایران یه نظامیه که گفت ما هر چه داریم از گریه داریم. بیژن مفید در سال 1346 و 1347 در اون نمایشنامه بزرگ خود شهر قصه یک جایی میگه که آی مسلمان ها گریه کنی که گریه ثوابه. یعنی یه نظامیه که تو رو به این سمت حرکت میده. اینکه مردم، ما مردم اینجوری میشیم یا اونجوری میشیم، علتش حاکمه. یعنی اخلاق به عنوان یه دیسکورس، به عنوان یه گفتمان، به عنوان یه پرونده، هرچی اسمش هست، یه امریه که با قدرت انجام میشه. قدرت دست کیه؟ قدرت دست حاکمه. شما میتونی همین مردم فرانسه رو نگاه بکنی، امروزشون رو نگاه بکنی، دوره پیشون هم نگاه بکنی، هر دوره رو که دلت میخواد نگاه بکنی. بفهمی؟ خب اینم بی خودکی بود.
ببخشید. عرضم به حضور شما که بذار این زنگشو ببندیم که مزاحمت ایجاد نکنه. این شما تو آمریکا امروز نگاه میکنی، دوره اوباما رو نگاه میکنیم، دوره جورج بوش رو نگاه میکنیم، دوره امروز هم نگاه میکنیم، میبینیم که مردم سه مدل رفتار از خودشون نشون میدن. چرا؟ غذاشون تغییر کرده، محیط زیستشون تغییر کرده، نه حاکم عوض شده. در نتیجه مدیا که نقش توزیع رو داره، پخش کننده رو داره، در این نقش مهم می رو بازی میکنه. راه مقابله این خنده و شادیه. راه مقابلش اینه که تو بخندی. راه مقابلش این نیست که قهر کنیم. واقعا درود بر این آقای. آها راستی امروز بعضت برسونم که دو تا مهمان داریم. یکی خانم سهیلای ستاری است که یک گزارشگونه ازش پخش کردیم روز سه‌شنبه، ولی از این شخصیت خواهش کردیم که امروز یک ساعتی رو در خدمتش باشیم. پس من در برنامه آلبرت به سراغ خانم سهیلای ستاری خواهیم. بعد هم از آقای دکتر کاظم ودیعی خواهش کردیم که یک ساعتی رو در خدمت این دانشمند بزرگ باشیم. براستی دانشمنده، براستی آدم فهیمی است. ببین وقتی که آقای مجید، آقای کیا، دکتر ودیعی متولد 1307، یعنی چند سالش میشه؟ 90 سال هم عبور کرده، تاچته بود بزن به تخته. این مرد سال گذشته در نوامبر که شانسی داشتم رفتم دستبوسش، راستی رفتم دستبوس دکتر ودیعی، گفتش که بیا ببینیم یه جا شام بخوریم. اینجا یه چلو کبابی درجه یک هست، میبرم دون چلو کبابی. از خونش آمدیم پایین، بعد ما رو بود توی کوچه سربالایی فرانسه. خب همهش کوچه است در حقیقه، خیابون نیست، ولی اونها یه تنگه. ولی شما فکر کنی که اینو 200 تا 300 سال پیش ساختن، به همین دلیل معماری پاریس مهمه که توش گاری میرفته میومده، ولی اصول شهرسازی درش رعایت شده. امروز ماشین از توش عبور میکنه، مثل دهات ما نیست که مار رو باشه. و این مرد نازنین به من گفتش که خب من دچار عارضه زانو بودم، ولی اون شربت کمک کرد خدا وکیلی به ما. دیگه هم زنگ نزنید، چون که فکر نمیکنم اون طرف شرکته، دیگه این کارها رو نخواهم کرد. حالا یکی یکی اینا رو توضیح میدم. به من گفتش که چیزه خیابونه، گفت این خیابون نیست که وقتی ناپلئون از تو پیروزی برگشت، از جنگ برگشت و پیروز شد و اینها، با افسراش از این خیابون آمدن سوار بر اسب، از اینجا اومدن، مردم هم اینجا دور بر خیابون را میکشیدن، تشویقشون کردن. خیابون تاریخیه، جنبه توریستی داره، توریستا میان این خیابون رو به این مناسبت نگاه میکنن. بعد به من گفتش که چیزه تو که نمیتونی را بیای، سیگارم که بی خودی میکشی، یا سیگار میکشی؟ گفتم آقای دکتر شما خودتونم خب میکشیدین قبلا. گفت بله دیگه نمیکشیم. اون در دوره جوانی بود. و گفت پس بذار من برم ببینم این بازه. دوشنبه شب بود. گفت بذار برم ببینم بازه یا بسته. آقا این پیرمرد این خیابون سربالا رو بی رفت برگشت، گفت بله بازه بیاین. ما حالا داشتیم می اومدیم، البته ما که میگم به خاطر اینکه ما هم سه نفر بودیم، من و دو اتفاق دو تا از دوستانه.
بنابراین خدا دکتر ودی رو حفظ کنه، برای اینکه بسیار مراقب سلامتی خودشه و آدم سالمیه. وقتی صحبت میکنیم راجع به اینترنت و این چیزا، خب ودی هم اینترنت بلد نیست، مثل خیلی ها بلد نیست، اما اصول مدیریت رو بلده. مشکل اونجاست. در اون جلسه بهش گفتم که آقای دکتر، این دوست من که اینجا هست کارش انتشاراته و با آمازون کار میکنه، ایجنت آمازونه، چی میگن؟ آژانس آمازونه. اگه میخوان که شما راجع به کتاب ها صحبت کردین، ایشون میتونه این کتاب رو برای شما در آمازون چاپ کنه. گفت بسیار خوب. و اکنون از پارسال تا حالا فهم میکنم 7 جلد کتاب دکتر ودیعی از همین طریق چاپ کرد. به سایر دوستان هم گفتیم که آقا شما کتاب میخواین چاپ کنی، ما میتونیم این کار رو براتون بکنیم و این کار شدنیه. هم گفت بله بله، رفتن که بله. تفاوت آدم ها در اینه، تفاوتشون در این. بذار برگردم به این ماجراها که چرا مردمی که در سیاهی نشستن به روشنایی راهی ندارن. چرا تلاش میکنن که خودشونو به روشنایی برسونن؟ ما این تلاش ها رو نادیده میگیریم. ما گفتم اون داستان اخلاق و اون رسانه که نقش مهمی رو داره. خب ما اگه برگردیم به وضعیت خودمون نگاه بکنیم، وقتی که در ایران انقلاب شد به امید این که ما به یه نقطه خوب خواهیم رفت، اون هیچ کس در اون ایام مخیلش این نبود که این مملکت اصلا میشه تصور کرد که از اون نقطه به این نقطه برسه. آدماش که فرق نکردن، که آدماش که عوض نشدن، که حاکمیتش تغییر کرد. چون حاکمیتش تغییر کرد، وضعیت به اینجا رسید که داریم میبینی. آقا امروز روز شماست، شما باید زنگ بزنید. یادتون نره روز شماست، بنابراین بی خودی منو به حرف نکشید، بیایید حرفتون رو بزنید ما هم بشنویم. و خب این خب طبیعتا دروغ گفت، بعدم اومد گفت که دروغ گفتم، اینجوری کردم اونجوری کردم. وقتی که ما اومدیم بیرون، امکان به فضای باز دسترسی پیدا کردیم، متاسفانه نتونستیم، به علت همون تفاوتی که بین ودیعی و دیگران بود. همین دکتر ودیعی یه جزوه ای داره که من اون جزوه رو یه موقعی این کتاب پی دی افش رو چاپ کردم و اون رو به صورت سی دی توضیح کردم. و در اونجا که مربوط است به سالهای 1982 یا 3 فکر میکنم 83 یا 84 83 84 اشاره میکنه به این که در یه مملکتی که انقلاب شده، دو دفعه انقلاب نمیشه، با سرعت این حکومتش تغییر نمیکنه. و بعد نقل میکنه که خب دیدین، شما هم شنیدین که میفهمید که اعلیحضرت بنده رو احضار فرمودن به مصر، شرفیاب شدن، ایشون در بستر بیماری بود، اونجا مطالبی رو فرمودن، تقریر فرمودن، من یادداشت کردم. عباراتش اینجوریه، همه این نواراش هست، ویدیوهاش موجوده. و اونجا میگه که اعلیحضرت گفته که آقا برید فکر 30 سال دیگر رو بکنید، کاسه گدایی ندارید ببرید جلوی خارجی. من برای مملکت اعتبار و آبرو کسب کردم. آکه. اما میبینی
که طرفدارانش از روی ناآگاهی خیال کرد بلده، خیال کرد میدانه و دخالت اجانب. البته اون داستان رفیق نواب و البته زغال خوبم بی تأثیر نبوده، اون دخالت خارجی رو هیچ وقت یادت نره، همیشه اون وجود داره، چون اونا هم دنبال منافعشون میگردن، اونا منافعشون رو میخوان تأمین کنن. همین شورای ملی مقاومت درست شد، با چه شوری، با چه شوقی. امروز هیچی ازش نمونده، خب شده سازمان مجاهدین. دستگاه حاکم اخلاق رو در جامعه ترویج میکنه، اگه دزدی هست، اگه فساد هست، اگه این هست، اگه اون هست، این مربوط به حاکمه. حاکم رو تغییر کنه، این اخلاق هم باهاش تغییر میکنه. شما به همین 57 نگاه بکن، هیچ کس میگم در مخیلش چنین روزی رو تصور نمیکرد که امروز آخوند نماز جمعه بره رو صف نماز جمعه 20 نفری نماز جمعه ای که به راستی وقتی که شروع میشد تا چهارراه کالج و نمیدونم نزدیک چهارراه کالج چیه تا دروز دولت و پیچ شمرون و اینا جمعیت میشست تو این خیابون شارزا. اینقدر جمعیت بود، تمام اطراف دانشگاه رو جمعیت موج میزد. امروز که میگه که پیوستن به این معاهده مالروه چیه FTA هر چی اسمش هست، این کار خوبی نیست، ما خودمون رو تحریم میکنیم. یعنی علنا داره میگه که ما کارمون اینه، پولشویی کار ماست، آچاخچی ها این کارو میکنه، آدم سالم این کارو نمیکنه، خلافکارا پولشویی میکنه، دزدا این کارو میکنه. من خیلی علاقمندم، نگاه میکنم این فیلم های توی نتفلیکس و شوتاین، اینها داکیمنت ها یا فیلم های این داستان قاچاقچی های بزرگ آمریکای جنوبی رو، مکزیکی الچاپو، اسکوبار در کولومبیا، کالی کارتل ها، اینا که بر اساس یک داستان واقعی که اون رو به صورت قصه برای ما تعریفش میکنه، به نمایش در میاره، ولی اساس داستان بر واقع است. یعنی یه داستان واقعی ره، اون اسما رو عوض بدن میکنه. هم همکاری CIA با قاچاقچی ها رو نشون میده، هم همکاری سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا رو با اونا نشون میده، هم ماجرای نیکسون رو نشون میده، هم ماجرای این پاناما که همین چند وقت پیش صدا در اومد که این ماجرای بانکای پاناما و پولشویی‌هایی که اونجا صورت میگیره و اینها، که نیکسون چه کار کرد، این ماجرای $10,000 بیشتر نمیتونی پول جابجا کنی، وقتی ده مرز میرسی باید خودتو پولتو اظهار کنی، اگه تو کازینو رفتی تا $10,000 اگه شد $10,000 باید حتما اظهارنامه مالیاتی پر کنی، اینا همه مربوط به دوره نیکسون و همین ماجرای قاچاقچی هاست. وقتی میاد به دهه 80 که میرسه ماجرای قاچاقچی ها، وقت شما علنا تو این فیلم ها پای جمهوری اسلامی رو میبینی که تریاک رو آوردن اینجا در مکزیک و چگونه افغانستان رو وصل کردن به اینا. میگن یه شاهرایی در اونجا وجود داره
به نام شاهرای اسکوبار. در همینجا نشون میده همین الچاپو که پیروزا هفته پیش اردودن دوباره دادگاهش بود و اینها در نیویورک، میگه ما کارمون جهانیه، فیلیپین، مالزی، افغانستان، ایران، همه رو توضیح میده. برید ببینید فیلم. یه نظامیه که رفیق، یه نظام دزده، یه نظام قاچاقچیه. این نظام روحیه مردم خودش، اخلاق مردم خودش رو به این صورت در آورده. تا زمانی که این هست در بر همین پاش نمیچرخه. نظام تغییر کنه، رفتار مردمان تغییر میکنه. این حرفایی که نمیدونم کجا بود، چی بود که نوشته بودی، خیلی قرآنی نوشته بودی که قرآن میگوید، کجا بود این داستان قرآن، یه جایی بود، یه نفر از شماها فکر میکنم همین آقا مجید بود که از قرآن گفته بود که بله بر اساس حدیثی که نمیدونم حد دارد یا نه، قیامات در قبل از امام زمان محکومش کرد. این حرف آخونده است، اینا چرت و پرته. چرا آخونده اومدن سر کار 40 ساله نشستن بسری رو قدرت، و چرا امام زمانشون شکستشون نداد؟ این برای من توه. یا اینکه هر قومی سرنوشت خیش را میسازه و هر قومی شایسته کسی است که بر او سوار شده است، قرآن کریم سوره بقره. نه، اینم غلط، اینم غلط. دولت شکل مردم نیست، مردم شکل دولته. این به عکسه، مثل رنگی که رو دیوار میریزی، از بالا شره میکنه میاد پایین، از پایین نمیره به سمت بالا، بالا رو رنگشو عوض نمیکنه، پایین رنگشو تغییر میده. اما برای این چیکار باید کرد؟ راه نجاتمون چیه؟ یه دوستی ورشته بود نوشته بود تو این کامنت ها، اولا یه چند تا نکته به شما بذار من اینجا توضیحاتی بدم، اجازه بده بذار از اینجا شروع کنم. نه همینجا هست دیگه، بذار همین درست میکنم. اجازه بذاریم درستش کنم. خیلی خب بذارید، چون یکی دوتا از دوستان از من خواسته بودن که اینا رو براشون توضیح بدم. ما میریم اینجا یه دونه صفحه برازر باز میکنیم، این بالا اینجا رو بهش میگن آدرس بار. این بالا اگر دیده بشود، خدا کنه دیده بشود، بذار من اینو بازم شکلشو عوض کنم، شاید که کمکی کرده باشه. اجازه بده اینو درستش بکنم. نه خودمون بی خودی افتادیم اینجا، بذارش پایین. خیلی خب میریم اینجا، حالا بهتر دیده میشه.
این بالا بهش میگه آدرس بار. توی سیستم گوگل این وسط هم همین کار رو برای شما انجام میده. سرچ نوشته است که سرچ گوگل اور تایپ یو آر ال. یو آر ال همون دبلیو دبلیو فلان است که می نویسی. این برای این دوستان گفته بودن توضیح بده. ما اینجا می نویسیم که دبلیو دبلیو بنویسیم. البته دبلیو 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 این روزا دیگه لازم نیست که بنویسیش. پس ما از این صرف نظر میکنیم. همین می نویسیم youtube.com. خب وقتی می‌نویسی youtube.com یا هر چی، شما وارد صفحه یوتیوب می‌شوی. حالا اگر من اینجا پشت سر این youtube.com این خط یه ورکی رو قرار بدم، من امیدوارم ببینید این خط یه ورکی سلش فوروارد بهش میگن، بعد بنویسم میهن تیوی عدد یک و دگمه انتر رو بزنم، ما وارد صفحه میهن تیوی میشیم. وقتی وارد صفحه میهن تیوی شدی، اینجا رو پلیلیست اگه بزنید، شما پلیلیست های مختلفی رو میبینید، مثلا برنامه آقای صدرالاشراف، مثل برنامه ایرج مصداقی. من یه چندتایی از اینا رو درست کردم، از جمله برنامه های در گذرگاه تاریخ آقای یغمایی. وقتی شما روی این برنامه کلیک کنید، خود به خود اینجا یه لیستیه که تمام این برنامه ها یکی پس از دیگری خودش اتوماتیک وقتی این تمومشه میره برنامه دیگری. حالا باز برمیگردم اینجا، پس یه بار دیگه به شما توضیح میدم. وقتی که رفتیم تو یوتیوب، اینجا زدیم youtube.com، یو بذار اینجوری نیست، بذار بریم اینجا، اینجا می نویسیم youtube.com /mehantv عدد یک، بعد که انتر رو بزنی وارد اینجا میشی. وقتی که بری اینجا رو ویدیوها رو بزنی، همه ویدیوهای ما رو خواهی دید. اگر رو پلیلیست بزنی، اینجا میتونی همه برنامه های آقای مصداقی رو ببینی، همه این برنامه ها رو میتونی ببینی، برنامه های دکتر ودیعی رو میشه ببینی، برنامه های انصاری رو میشه ببینی، یه سری برنامه ها رو در حقیقت اینا پلیلیست شدن و اینا رو میتونی اینجا مثلا برنامه ایرج مصداقی رو بزنی. این تاریخش که 12 دسامبره. خب حالا وقتی رسیدی اینجا، اینجا این دوتایی که از من میپرسین اینجاست، یا لایک میزنی اینجا، یا لایک رو میزنی این بلاخ سربالا، اگرم دوست نداری بلاخ سرپایین رو بزن. ولی چرا شما قبل از اینکه این 17 نفر بیان اینجا بزنه، الان 109 نفر ببین 9307 نفر به این جا مراجعه کردن، فقط 109 تاشون لایک کردن. این خب یه جای کار ما لنگه، گفت بلد نیستم، حالا دیگه از این به بعد نمیتونه بگه بلد نیستم. بعد همین دکمه شیر، این دکمه شیر رو که بزنی، اینجا به شما میگه آقا این فیسبوکت رو بزن. وقتی تو فیسبوک بزنی، این رو بزنی، بعد اینجا انتخاب میکنی، میگی مثلا این رو صفحه فیسبوک شما خواهد رفت خود به خود. بعد اینجا پایینش، این گوشه پایینش، پست فیسبوک رو میبینی دیگه. به هر حال اینم داستان شیر کردن. پس بنابراین ما چند تا مسئله رو امروز تلاش کردیم به شما اینجا اینجوری به این گونه نشون بدیم که میریم اینجا، برمیگردیم عقب، ویدیوها رو در اینجا میبینی، پلیلیست رو در اینجا. اینم یه توضیحی در این مورد. اما متاسفانه
از هفت در هفته گذشته، در ویکند هفته گذشته، این داستان تیوی باکس که کانال های هندی و عربی و ارمنی رو در روکو نمایش میداد و چند تا از دوستانم به اعتبار اینکه آگهیشو ما پخش کرده بودیم رفتن این دستگاه رو خریدن. اتفاقی که افتاده اینه که روکو نمیذاره شما تو دکونش بری یه دکون دیگه وا کنی. که بعد یه اشتباهی که این آقا کرده بود این بودش که کانالای آمریکایی رو هم در دستگاه خودش در اون اپ بهش میگن اپلیکیشن، تو اون برنامه‌ای که نوشته بود، تو اون اپلیکیشنی که درست کرده بود، اون رو اونجا نوشته بود. یعنی تلویزیون‌های آمریکایی ABC، NBC، CNN، MSNBC، فاکس نیوز، همه رو از تو خونه خودش که اونا رو وصل کرده بود، هوک کرده بود به این ور. و چون آدمیه که در حقیقت از همین شرکت مایکروسافت کار میکرده سالهای جوانیش و اینها، آقای مترجمی، و تو اون پروژه تیوی باکس، همین دستگاه اپل و همین هایی که همین روکو و اپل و اینا، خب مایکروسافت این رو درست کرد اول، بعد اپل اومد. وقتی اپل با این ماجرای چی بود، با این تلفن ها اومد، تلفن اپل و اینا اومد توی بازار، خب اتفاقی که افتاد این بودش که اپل یه مرتبه گل کرد و مردم رفتن همه اپل تیوی خریدن. یادتون باشه تو سال 2009 و 10 و اینا اپل تیوی با سرعت برق و بار رشد کرد و رفت بالا، ولی مایکروسافت، گوگل و این تشکیلات باشن هم بیکار نشسته بودن، چون که این پروژه رو خودشون داشتن. علیه ها مترجمی تو اون پروژه کار میکرده، بعد جز کسانی بودش که این تیوی باکس رو تو اون دیپارتمان بوده و مسئول بخشی اونجا بوده. بعد از این یه نفری به نام، یادش بخیر، روح شاد، باربود طاهری، چه انسان شریفی بود، که فیلم بردار درجه یک بود، یکی دوتا فیلمم در ایران درست کرد و که فیلم های آوانگارد و پیشتاز بود که ورشکست شد. یکیش بود به نام برهنه تا صبح، فکر میکنم با سرعت یه هم چیزی بود، که این کارمن اوسکویی نقش دختر خارجیه رو بازی میکرد، دختر خانم معین اوسکویی و مصطفی اوسکویی که زاغ و بور بود نقش خارجیه رو بازی میکرد، مرتضی عقیلی و اینا هم تو اون فیلم نقش داشتن، که یه دختر خارجی رو پیدا کردن دنبال جاخالی میگشتن یه موزن، و ماجرای فیلم بود که سر این فیلم ورشکست شد. خواسته کاری نداریم، رفت زندان بیچاره، ولی انسان شریفی بود، خیلی انسان خوبی بود. بعد هم اینجا کار رسانه کرد اینها، ولی همین انگ کمونیست بودن روش خورد و این باعث شد که وقتی اون هم جز نخستین کسایی بودش که تیوی باکس ایرانی رو درست کرد، تمام این کانال ایرانی رو آورد توی باکس گذاشت و شروع کرد به مردم فروختن که بیاید اینو بخرید، میتونید تلویزیون ایرانی رو توش تماشا بکنید، اینترنت حالا ترکیده. ولی چون کمونیست بود و اینا موفق نشد. بعد داستان گود لاین پدید اومد. یادتونه میگفت تلفن از اینجا بزن دم خونه تو همون، من میگفتم آخه آقای محترم چطوریه مردم تو ایران میرن دستگاه تلفن میخوان بخرن، سالها طول میکشه تا تلفن شرکت مخابرات بهش تلفن بده. میگه آقا یه خونه هست فیش تلفن هم داره، ضمناً فیش تلفن نه شماره تلفن. بعد اینجا همین امیر قاسمی‌ها تبلیغ میکردن که این
همین تلفنیه که دم خونتون، میتونی همون پیش شماره خونتونه بگیری. بعد شد جی الویس و به حال ما آگهی روکو رو، برای اینکه این آگهی بودش که روکو رو تبلیغ میکرد و ما چون میهن تیوی به همت دوستان، به همت سعید نازنین، این دوست ندیده من، یعنی هرگز ایشون رو ندیدم، حتی صداش رو هم نشنیدم، فقط از طریق ایمیل لطف کرد، یه روزی برای من ایمیل کرد و من گفت اجازه میدی که من اپلیکیشن روکو رو درست کردم به نام میهن تیوی، اجازه میدی که من میهن تیوی رو بذارم توی روکو؟ ما گفتیم آره آقا چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشیم این کار رو برای ما انجام بده. چرا که آقای پیرام مهر کرد اما اوایل کار گفت آقا میشه اجازه میدی من اینو رادیو رو ببرم تو تیونینگ و اینا؟ گفتیم آقا دیگه از این بهتر چی میخوای اینها. بنابراین این داستان آگهی آقای من بابت این آگهی نه دیناری پول از آقای مترجمی گرفتم، نه بابت اینکه شما دستگاه خریدین پولی از این بابت شما به من دادین، من هیچ در این کار واقعا بی تقصیرم، من فقط آگهی ناقا رو پخش میکردم به صرف اینکه روکو رو تبلیغ میکرد و چون میان تیوی در روکو هست و من سیاستم از روز اول این بود، به همه هم توضیح دادم که آقای دوستان من ما آدرسمون هست mihantv.com www.mihantv.com. الان که دیدی اون دیگه دبلیو هم خود کامپیوترها می نویسن. اون دبلیو دبلیو هم قصتش این بود که اگه یادتون باشه یه روزگاری وقتی مثلا تلفن اینجوری بود، اگه توی مؤسسه ای شرکتی کار جای کار میکردی و تلفن های متعدد وجود داشت، مثلا تلفن یه سیستم مرکزی وجود داشت و یه تلفن های داخلی، مثلا شماره 27 492 232 چه میدونم 12 9 فلان و 0 و 9 معمولا میدادن به تلفن خونه، یه گوشی تلفن همیشه یا 0 میگرفتی یا 9 میگرفتی وصل میشه یا یه شماره انتخاب میکردی، یا مهم نبود، معمولا 0 یا 9 بود، حالا هرچی. بعد شما به تلفن خونه وصل میشدی، بعد از اونجا یا درخواست میکردیم گفتی آقا یه خط منو آزاد کن، یا یه کدی داشت کد 12 رو میزدی خط وصل میشد به بیرون و شما میتونستی بیرون تماس بگیری، مثلا یه کارمند چون دانشگاه بودی، کارمند شرکت نفت بودی، کارمند فلان مؤسسه بودی که تلفن سیستم تلفن داخلی داشت، ماجراش اینجوری بود دیگه، بعد وصل میشدی همین اکستنشنی که الان میگه داخلی 273 همین. این www یعنی World Wide Web، یعنی منو به شبکه بیرون منتقل کن. W World Wide Web، شبکه گسترده جهانی. این www مخفف اونه. الان دیگه چون که اون موقع ها سیستمت گفتم این بعد میگرفتی از میرفتی از تلفن خونه خواهش میکردی یه خط آزاد بده، بعد حتما این www رو میزدی. الان سیستم دیگه اون همه دسترسی دارن به World Wide Web، در اینچه دیگه لازم نیست www رو بزنی. پس بنابراین ما روز اولم گفتیم آقا اگه دنبال ما میگردی آدرس ما رو تعقیب میکنی مهر کنی فقط ما رو در جای خودمون پیدا بکن، یعنی از طریق mihantv.com ما رو پیدا کن. اون موقع هم که تازه این کار رو در سال 2009 شروع کردیم، هر وقت که بذار من اینو بنویسم، پوزش از دوستانی که رادیو گوش میدن، عرضم به حضور شما که میگفتیم که آقا شما آدرس ما رو از خودمون پیدا کن. اون موقع مثلا یه
شبکه‌ای بود به نام رادیو ایران 2000، IR 2000، یه چیزی همچی. یه جوونی بود در آلمان، در برلین. این آقا اومده بود یه وبسایتی رو درست کرده بود و این تبلت دیگه، یه دونه چیز، همه رو آدرس های تلویزیون های مختلف رو نوشته بود، همون کاری که مثلا مردم ریپورت هم داره یه جایی که برای رادیو تلویزیون ها. اولین بار اون پسره اینو درست کرده، اون آقای محترم در برلین اینو درست کرده بود و ما هم در اونجا قرار داده بود. و البته خیلی ها رفته بودن روزای اول بهش گفتن که اینو اونجا قرار نده. بیاره طرف میگفتیم آقا چرا ما رو قرار نده؟ ما که شما رو نمیشن. اینا به ما گفتن اینجوری. گفتم خب حالا بگذاریم، استای کهنه است، نمیخوام اینا رو تکرار کنم. وقتی شما رو بگیری رزالت ها بسیاره، خباست ها بسیار بود. ما این داستان روکو هم علتش این بود. حالا دوستانی که اون رو متاسفانه از دست دادن، راه برگشت هم نداره دیگه، اون پول 200 دلار 240 50 دلاری که پول دادی رو اونو دیگه سوخته محسوب کنید، تا اینجا استفاده کردی بقیهش هم دیگه هوا کنیم. من هم در این داستان هیچ چیزی ندارم، یعنی من نه از شما پولی گرفتم از این بابت، نه شما پولی به من دادین، نه این حرفا. هیچ کس هم اعتراض نکرده تا این لحظه، ولی خود آدم خیلی خجالت میکشه که چرا این اتفاق افتاد. معلومم بود که این اتفاق میفته. الان یه تشکیلات دیگه ای درست شده به نام تماشاخانه. زارن جیلویز هم در روکو آمده، ولی او رو هم مثل این که اپلیکیشن جیلویز رو هم برداشتن، اجازه نمیده شما تو دکونش دکون بزنی. الان یه اپلیکیشن دیگه وجود داره، یعنی اگه تو روکو، وقتی که دستگاه روکو رو بخرید، حتما روکو رو بخرید. روکو چیز خوبیه، کمکتون میکنه. البته تلویزیون های جدید که بهش میگن سمارت تیوی، تلویزیون هوشمند که مستقیم سیم اینترنت بهش وصل میشه، خیلی هم خوبه. غالبا اینا رو توش داره، نتفلیکس و هولو و همه این اپا اون تو هستن. ولی بازم به خاطر اینکه اون تلویزیون اون برای این نیست، سرعتی رو که اون تو داره کمه، سرعتش پایینه. بهتره اگر میخوای حرفه‌ای عمل کنی و درست برخورد بکنی، آره یه پولی بدین، 40-50 دلار بدین. البته روکوها نمیدونم از 25 دلار شروع میشه، میره تا نمیدونم 80 دلار 90 دلار، بالاترش هم هست البته، ولی همون 40 دلاری رو بخرید کار شما رو راه میندازه. بخرید، حتما روکو رو بخرید، مثل اپل تیویه. ولی اپل تیوی تو این بازی یه ذره از روکو عقب موند. روکو خیلی پیشرفت کرده، تعداد کسانی که روکو دارن، سابسکرایبر روکو هستن، چندین ده برابر کسانی است که در دنیا از اپل استفاده میکنن. روکو پیشتاز در این صنعت فعلا. بنابراین روکو رو بگیرید به نفعتونه. و در اونجا تو قسمت سرچش که بری، یه بنویسی تماشاخانه، یه اپلیکیشن ایرانیه، یه صفحه زرد خردلی داره با یه خط گرافیکی هم نوشته تماشاخانه، و اون تو که برید این وسایل وجود داره. بله بفهمی. هلو های بفرمی. Hi Randy, this is Amy. No, you got a wrong number. Randy, I'm not Randy. ببخشید. عرضم به حضور شما که این از این. بنابراین در مورد روکو خواستم این توضیح رو بدم که میتونید اگر دلتون میخواد اونا رو تماشا بکنید. Hey, you got a wrong number, dear. There is no... Is it Randy? No, there is no Randy. You got a wrong number. I'm sorry. Oh, I'm sorry. No problem. Okay. این ماجراست و میتونی تماشاخانه رو توش دانلود بکنی. اما منتظر بودم که شما حرف بزنی
ولی مثل این که شما اصلا تمایل به این کار ندارید و خیلی هم بد این داستان، برای اینکه بعد اون یارو زیر اون ویدیو نوشته بود که پچه را کسی تماس نمیگیره با حتما بیننده نداری. گفتیم نه نداریم، ما فقط اینو میدونیم که توی رسانه های فارسی زبان یه رسانه هستیم که در طی هفته قریب 20 تا برنامه تولید میکنیم، 20 تا برنامه مختلف، 20 تا برنامه گوناگون. چرا باز نمیشه؟ بفهمی؟ بفهمی؟ سلام علیکم، وقتتون بخیر قربان. محمد و آزی. خسته نباشید، از ایران مزاحمتون میشم. لطف میکنی عزیزم، در خدمتم. عرض میکنم که من راجع به برنامه اگه اجازه بدین یه دو سه کلام با بیننده ها میخواستم صحبت کنم اگه اشکال نداشته باشه. حتما بفهمی، همه صدای شما رو میشنم. امیدوارم. اصلا واقعا نسبت به این تلویزیون، من سال هاست که این تلویزیون های مختلف رو میبینم توی ایرانیا، تلویزیون ها مختلف اومده جمع شده بوده رفته، ولی واقعا اگر کسی منصفانه نگاه کنه تلویزیون میهن یه صدای مستقلیه و حفظ این صدای مستقل خیلی مهمه برای ما. تلویزیون های مختلف رنگ و برنگ الان هستند و هر کدوم 500 نفر هم استخدام کردن، افراد حرفه‌ای، بهترین دوربین ها، بهترین جا. عرض کنم که پولی هم از شما نمیخوان، مجانی هم براتون برنامه زدم، ولی خواستم به مردم بگم که پنیر مفتی فقط توی تلموش پیدا میشه. اینها میان تمام این برنامه ها رو میذارن، بعد یه دفعه مهاجرانی میشینه اونجا حرف میزنه، یه دفعه فرد بدنامی مثل فرخ نگهدار میشینه اونجا حرف میزنه به عنوان کارشناس. جوان 17-18 ساله فرخ نگهدار رو نمیشناسه. منی که 38 ساله بودم هم فرخ نگهدار رو نمیشناختم. با صداهای مستقلی که اینجا هستش گفتن و ما رو آگاه کردن که با اینایی که به عنوان کارشناس میارن تو این برنامه ها، تو این تلویزیون ها، اینا هدفمندن، اینا هر کدوم سیاست های خودشون رو دنبال میکنن، اینا در فردا دنبال پیش بردن خط خودشون هستن، ولی میهن تیوی یه صدای مستقله. واقعا خیلی ها رو ما اینجا میشناختیم، دنبالشون کردیم، خیلی هم نمیشناختیم، اینجا آشنا شدیم. این صدای مستقل رو من استدعا دارم هموطنان که میتونن از ایران، خب نمیشه، هم نمیشه پول حواله کرد، هم ممکنه اگر به نفعی هم پول حواله کنی شاید اصلا درد سر بشه، نه ولی امکان پرسی. ولی میخواستم بگم یه کاری که ما میتونیم بکنیم که واقعا تا جایی که تونستیم سعی کردیم این تلویزیون رو به دوستانمون، آشناها، هر کی رو میرسیم معرفی کنیم، بلکه علاقه من بشن دنبال بکنن برنامه های تلویزیون رو. من برنامه های شما رو توی تلگرام گوش میدم، تو ماشین میزنم موقع رفت آمد گوش میدم، برنامه ها رو دانلود میکنم، ولی هر جوری شده میرم یوتیوب رو باز میکنم، یک دقیقه هم که شده ویدیو پخش بشه که یه دونه اون ویو برنامه یه دونه اضافه بشه، یه لایک میزنم، اینطوری میتونم کمک بکنم به برنامه شما. و بخواستم هموطنان بگم اونایی که امکانشو دارن واقعا یه کاری کنن این تلویزیون گسترش پیدا کنه، این صدای مستقل تقویت بشه و با همدیگه معرفی کنن. ضمن اینکه یه مطلب هم میخواستم بگم که بفهمی. این تلویزیون شما به مخاطب زیاد دقت نکنید. ببینید مخاطب ممکنه بعضی تلویزیون ها مخاطب داشته باشن، شاید هم بعضی مدعی هم میلیونی، ولی این تلویزیون یه تلویزیون تخصصیه، یعنی اونجاها میشینن از کار میاد طرف تلویزیون رو روشن میکنه، من و تو رو میزنه یا نه و فلان چیز رو میزنه، به فرماشام رو میبینه، شریادت نره رو میبینه،
یه برنامه سیاسی هم وسطش پخش میشه، ولی اینجا چون تخصصیه یه کانالیه که فقط افرادی که به این مسائل اجتماعی علاقمند هستن میان حضور پیدا میکنن و حضور اونها تو اینجا هر یه نفرشون به نظر من برابر 100 تا بینندگی که همینطوری تلویزیون رو نگاه میکنه واسه من. اینی که استعدا دارم یه کارهایی، مثلا من میخوام اینو بگم که مردم دقت کنن، ما یه دوستی داشتیم ازش خواهش کردیم تو اروپا گفت چی میخوای برات بفرستم یا بیارم اینا، گفتم ما این کار نمیخوا بکنیم. یه آقای شما داشتید به نام آقای فتایی فکر کنم پیشنهاد داده بود که کتاب آقای مستاقی رو بخرید به کتابخونه ها چیز کنم، من همین چیز به ذهنم اومد، به اون آقا گفتم آقا اگه میشه این کتاب این آدرسش این پولو بریز برای این کتاب ببر تو شهر خودتون توی آلمان بود اونجا به کتابخونه بده یه کمکی بشه. خواهشم اینه که واقعا اگر که این تلویزیون رو گوش میکنید استفاده میکنید، اگه واقعا فرقش رو متوجه میشید، اگه واقعا تفاوت رو متوجه، دل سوزی رو متوجه میشید، اینجا تلویزیون مردمه، اینجا ایش که والا من برخوردی که تو این تلویزیون با مخاطب داره با هیچ تلویزیون دیگه ای نداره، اصلا تحویل نمیگیرن، جواب شما رو نمیدن، جواب ایمیل شما رو نمیدن. اینجا شما یه نفره، من ندیدم هیچ ایمیلی رو کسی یا دوستان من بزنه شما بی پاسخ بذارید یا ول کنید یا رها کنید. اگرم مخالف بودید اومدید خوندید اون ایمیل رو. اگر واقعا میبینید این تلویزیون تلویزیون مردمیه، این صدا اگر واقعا صدای مستقل، خودتون کلاتون رو قاضی کنید این تلویزیون حمایت بکنید، هر جوری میتونید کمک بکنید این صدا بمونه و قائم به فرد نباشه. ما دوست داریم این تلویزیون از خود همونطور که شما خودتون فرمودین از حالت قائم به فرد در بیاد و یه مؤسسه مستقل خدا کنه آره بالا غیر انتفاعی ادامه پیدا بکنه حتی برای بعد از آزادی کشورمون ان شاء الله. امیدوارم. و من خسته نباشید میگم، از شما خیلی تشکر میکنم. میتونم از شما بپرسم اسم شما چیه رفیق؟ بدونم دوست محترم. اسم من ابراهیمه. آقای ابراهیم ممنونم، متشکرم، قربونتون برم، خسته نباشید میگم بهتون مهمت. خدا قوتتون بده، ولی مطمئن باشید گوشه کنار کسایی نشستن این ور اون ور دنیا تو خود ایران خارج از ایران صدای شما رو میشنوند، قدر شما رو میدونن، زحمات شما رو متوجه هستن و مطمئن باشید که یه عده میفهمن شما دارید چه کار میکنید و هیچ وقت هم از یادشون نمیره این زحماتی که این تلویزیون واسه جامعه ایران کشید. متشکرم از شما، ممنونم آقای ابراهیم، قربان شما، خدا حافظت، مرمت زیاد، ممنون. خب اینم آقای ابراهیم بود، شما نمیدونیم کی بود، ولی مطمئن باش که چیز نبود، پسر خالم نبود، نیشیم ما هیچ کسا نمیدونیم کی بود، ولی دست درد نکنه، حرفاش درست بود. آره حرف درست بود، برای اینکه خیلی داشتم همین رو میخواستم بگم نمیتونستم درست بیانش بکنم. ببین یه دوستی دوباره اینو بخونم بد نیست، نوشته سلام، اینو 29 نوامبر فرستاد، نمیدونم خوندیم یا شما انسان شریف و ثروتمند هستی که کلکسیونی از جواهرات گرانبها رو در میان تیوی گرد آورید و هر از گاهی از بانها اضافه میکنید، مثل آخرین شکارتان که جواهر گرانبهایی چون آقای محمد امینی نازنین، و این خود نشان است طمع سیر ناپذیر شما در به دست آوردن جواهرات اصیل و ناب دارد و بسیار خوشحالم که جناب امینی به برنامه شما آمده. این هم قلابیه بفهمی؟ بله آقای سعید بفهم، آقای منصور بفهم، آقای منصور حتما، چرا نه بفرم. متشکرم. در ضمن باید اینم بگم که این بار اوله من تو جمعه ها زنگ میزنم، مهم نیست ولی میخوام اینو بگم. اولا اینکه من صحبت های آقا رو گوش کردم و اینا، آقا شما تلویزیون خوبی داری، عرضم به حضورت زحمت زیاد میکشی و واقعا اینو دارم میگم، من حق میدم، من فکر میکنم شما اینم میدونی من تمام برنامه های شما رو
همیشه دنبال میکنم و اینا، کاری با این ندارم. من آقا چند تا کامنت دارم. حقیقتش سعید من نمیدونم این ترجمه کامنت به فارسی چی میشه، این حقیقت دارم میگم. کاری ندارم، من 45 سال تو مملکت نبودم. کامنت میشه دلیار. نظر میشه نظر. باریکرد مرسی. آره آره درسته، میشه نظر ها. پیشنهاد نمیشه، میشه نظر، درسته. آقا ما چند تا مطلب هست، من ضد و نقیض اینا رو میخوام حقیقتش سریع بگم، هرچی تو کلمت به قول معروف بگم و برم. من دیروز نه پیروز این برنامه آقای شهرام همایون رو نگاه میکردم، حقیقتش من ناراحتم کرد، یه خود اذیت شدم. ایشون داشت میگفتش که یه جایی، حتما شما هم اینو دیدید، آنالایز میکرد و اینا، بعد میگفت اومده بود گفته بود که آره مثلا دارم میگم یه همچین صحبتی بود، تلویزیون شماره یک مثلا از لحاظ دیداری اینترنشنال نمیدم، اون یکی اون یکی، من حقیقتش هیچ کدوم برای برنامه شما رو نگاه میکنم. خلاصه گفت نمیدم کانال یکم شماره چهاره، داشت این لیست رو میخوند، متاسفانه هیچ صحبتی از تلویزیون میهن نکرد، اصلا هیچی، گفت از یک تا 18 اینجوریه، شماره یک اینه، شماره دو نمیدونم توتو یوتو همچین چیزیه، سه و چهار، چهارم مثل که کانال یک بود. این منو یه خود اذیت هم کرد، ناراحت هم کرد، که خیلی جالبه میاد همه چی رو میگه، تمام کانال ها رو میگه، اندیشه و این و اون و فلان و اینا، صحبت از تلویزیون میهن نمی کنه. این در این یه صحبت. صحبت دوم اینه که آقا ما، من حقیقتش میگم یه ماند آقای مشیری که داشت با زیبا کلام صحبت میکرد، اونم جالب بود، چه برنامه ای بود. آقای مشیری عزیز گفتش که آقا من 40 سال اصلا تو اون مملکت نیستم، نمیدونم وضع اوضاع چجوریه. زیبا کلام از این طرف، آره من به این نظام باور دارم، به قانون اساسی باور دارم، اصلا راحت خیلی عذر میخوام، عذر میخوام، اینجوری دارم یا اصلا میتونی ببینی که یعنی آدم باید مثلا حقم بده دیگه، یعنی من میفهمم اینو، ولی مثل سگ میترسه، مثل سگ میترسه. یک کلام راجع به ولایت فقیه و سید علی دزد و این نظام فاسد و هیچ، یعنی خیلی جالبه ها، چرا این حرف رو میزنم؟ مثلا آقای مشیری هم میگو این آدمیه که مثلا صحبت زیاد کرده، سخنرانی زیاد کرده، نمیدونم خیلی افراد هستن که از این خوششون میاد، نمیدونم برشون میاد، دنبال خلاصه یه آدم شناخته ایه، منظور نیست که نشسته تو سنوزه، یه آدم شناخته ایه. ولی من آقا حقا آدم شناخته ایه داره، مثل سگ میترسه، مثل سگ از نظام و از سپاه و از ولایت و از فلان، و این آدم رو ناراحت میکنه سعید، من رو اذیت میکنه. میبینی چرا اذیت میکنه؟ افتخار مشیری با این مرد باید الان تو زندان میبودید. آقا تو اگر ترس داری، تو اگر وحشت داری، تو اگر از حقیقت نمیتونی حقیقت رو بگی، چرا میای دهنتو باز میکنی؟ ببین ناراحت کننده است. من نمیگم که این باید بیاد هر چی که هست مثلا میخواد بگه، ولی حقیقت رو نمیگه. خیلی جالبه نه؟ یعنی میکروفون رو میذارن جلوش، تلویزیون میبرن، این بر میبرن، این بر میبرن، به خاطر این که مثل سگ از این نظام فاسد میترسه، حرف درست رو نمیزنه. بابا اگه تو نمیتونی حرف درست رو بزنی، حرف نزن. ببین خیلی جالبه، درسته؟ چرا میایی دروغ به مردم میگی؟ چرا میایی میگی که این نظام مثلا اشکال نداره و فلان و اینا؟ اگر حقیقت رو نمیتوانی بیان کنی، ساکت باش مردک، ساکت باش، نیا به 80 میلیون جماعت بگو من استاد دانشگاهم، تو دانشگاه تهران فلان کردم فلان کردم، یعنی حقیقت رو نمیده. اینم آدم آزار میده. کسی نمیگه که تو بیا اونجا
نمیدونم فلان فلان بکن که بگیرن یقت دورن زندان، ولی میایی دهنتو باز میکنی یه مش مزخرفات همینجوری میگی و میری. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که آقا این راجع به من فقط میخوام اینو بگم، عوض میخوام اینجوری میگم، شما ما یه طرف میشنویم، من که نمیدونم درسته غلطه اشتباهه چجوریه، این چیزاییست که ما میشنویم اینجا، میگه آقا 80-85% ملت در ایران ضد این نظامه. حالا بگیم 80 نیست 70ه، 70 نیست 60%. آقا ببین این نظام فاسد، این کثافت ها چه بلایی، چه بلایی سر این ملت آورده. خیلی جالبه که نمیتونه بیاد متحد بشه. اون روز من یه چیزی رو شنیدم، نمیدونم تو تلویزیون شما بود، میگفت 200 خانواده تو اون مملکت 82 میلیون جماعت رو گروگان گرفته، این بلا رو سرش آورده. وحشتناکه وقتی آدم به این چیزا فکر میکنه. یعنی ببین چه بلایی این دولت، این نظام فاسد سر این ملت آورده که نمیتونه متحد بشه بیاد یه کاری بکنه. بسیار منصور جان، خیلی ممنون. مطلب دیگه هم سریع میخواستم بهتون بگم اینه، در 88 میاد بیرون 3 میلیون تو تهران میریزه تو خیابون که آقا رأی من کو، دنبال رأیش میگرده. ولی با این همه گرفتاری و گشنگی و تشنگی و بیکاری و اقتصاد فاسد و فلان و اینا، خیلی جالبه نمیاد تو خیابون. یعنی ترسوندن دیگه، اونم همه همونه، ترس و وحشت و فلان و اینا. یه مطلب آخر کوچولوانگی میخوام بگم دوست عزیزینه، میاد میگه که آقا خارجی دخالت نکنه. من اینو قبلا گفتم، ما میگیم آقا نوکرتیم، درست داری میگی، شما درست میگی، خارجی رو بذار کنار. بعد میاد از یه طرف میگه که این به دست مردم، به دست ملت ایران، در داخل ایران این مسئله باید حل بشه. آقا ما اینم قبولش داریم. از یه طرف میاد میگه که این مردم اتحاد و فلان و اینا نداره. ببین سعید میخوام اینو بگم، خیلی جالبه، خارجی دخالت نکنه، به دست ایرانی باید حل بشه، ایرانی هم اتحاد نداره. آدم میشینه فکر میکنیم که بابا بر ما بدبخت اینجا چی کار باید بکنه. خیلی خب الان توضیح باشه آقا. ممنون آقا ممنون از آقای منصور. خیر آقای منصور، همه حرفش در اینه، میگه آقا چه باید کرد، همین پرسن چه باید کرد، چه باید کردش معلوم. بفهمی الو الو بفرمی الو بفرمی الو بفرمی عزیزم بفرمی الو سلام سلام عزیزم آقای بهبهانی بفرمید عزیزم، صداتونو میشنوم، بفرمید آقای بهبهانی جانم، بفرمید عزیزم. سلام، من از سوئیس دارم با شما صحبت میکنم. محبت میکنید، بفرمید. خواهش میکنم، من میخواستم بگم برنامه های شما فوق العاده خوبه، خوب خدایش و پربار و غنی هستش. متاسفانه ما نمیتونیم و قدرشون نمیدونیم و دلمون میخواد یه جوری کمک کنیم. به هر حال من اینجا مهمان هستم، سعی کردم با شما تماس بگیرم، تشکر کنم و به شما بگم خسته نباشید، موفق باشید. متشکرم از شما، ممنونم ازت. من هما هستم و برمیگردم ایران، 100% برای برنامه شما اونجا تبلیغ میکنم. اینجا مگر بتونم کمک ناچیزی حتما خواهم کرد. ممنون از من، سپاسگزارم، برنامه‌تون خیلی خوب و مفیده. البته من دیگه مسنم، برای جوانا ما باید اینو توضیح بدیم. سپاسگزارم، مرسی، مهمونای خوبی میارید و برنامه‌تون غنیه، واقعا غنیه، خسته نباشید. متشکرم، ممنونم ازت، مرسی، خیلی خانم هما.
خیلی ممنون. خانم هم قطع نمی کنی تلفونتو. من بلد نیستم این تلفون هم استفاده. بفهمی. سلام و درود بر شما آقای بهوانی. درود بر لیلای عزیزم جانم. خیلی ممنون. مرسی. من زود تون سریع حرف بزنم چون آقای منصور و شما اینجور که شنیدم آقای منصور شکر خدا وضعشون بد نیست. آیا ایشون کمکی به تلویزیون چی کار داری لیلا؟ چی کار داری به این چیزا؟ آره بابا نه با اینا چیز شخصیه و چه میپرسی؟ آره کمک میکنه، همه کمک میکنه. بله 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 همه کمک میکنم لیلا جان، ممنونم ازت، سپاس کنم، متشکرم، مرسی. آره عزیزم همه کمک میکنم. بابا اینا چیزایی نیست که با رو ار بگه آقای حسن کمک میکنه یا آقای پروانه. هرکی دلش خواست میکنه، هرکی هم دلش نخواست نمیکنه. چیزی زوری که نیستش که، ما زورمون به هیچکی نمیرسه. ببین یکی میگه آقا اینا رو پولی کنید فلان کنید اینا، خب این طرحهای بیخودکیه، برای اینکه همین دوتا مشتری رو هم از دست میدی. اعتماد وجود ندارد. ما مشکل بی اعتماد، اینکه چرا با هم متحد نمیشون تخم بی اعتمادیه. اعتماد نداره آقا، برای چی باید این کارو بکنه؟ به چه دلیل؟ گفتم داشتم همینو میخواستم بگم که راه نجات از طریق مدیاست. همونجور که گفتم اخلاق یه امریست که به وسیله قدرت صورت میگیره. قدرت نه کتککاری نه زور، یعنی تعامل، یا در حقیقت این تعامل قدرته با همدیگه. این قدرت ها برتری قدرته، نه زور، نه کتککاری، نه اینکه با کتکش بزنه. و راهی رو که استفاده میکنه از طریق مدیاست. ما متاسفانه در این بخش ضعیف عمل کردیم. گفتم اومدیم به خارج نتونستیم. اون داستان آقای ودیعی رو که مثال زدم برای همین بود. ما نداریم، از اینا کم داریم. یه آدمی که اینقدر دانش داشته باشه بفهمه که آقا من نمیدانم، ولی باید از دانه اون که میداند استفاده کنم و از این استفاده باید هزینه شو باید پرداخت کنم. مفتکی نمیشه، مفتکی امکان نداره، هم چیزی امکان عقلی نداره، مفتکی نداریم. نیست. من مثلا همین تلویزیون نگاه میکنم، همین آقای شهرمانی یه چیزی درست کرده به نام میزگرد. اما اون دفعه یارو گفت آقا شما چرا به مانوک میگی؟ خب نگم. چرا نگم؟ چرا نگم اینو؟ ترامپ معنی نداره که. این ترامپه. ترامپ یه لغت دیگه است. خب این جستای قلاوی کمکت نمیکنه که. عقب میندازه ما رو از صحنه. مهم نیست اسم من بیاره یا نیاره. همین کانال مردم ریپورت رو که وقتی که در سال 2009 ما شروع کردیم، این اومد به من گفت آقا اینجوری داستانم. گفتم آقا بیا با هم کار میکنیم. وقتی قدرت پیدا کرد، سایتش معلوم شد. و اگر شما نگاه بکنی مثلا ویدیوهای میهن تیوی رو، گفتیم ما در هفته نزدیک 20 تا ویدیو هر هفته تولید میکنیم. خب 20 تا برنامه کار کمی نیستش بابا، کار آسونی نی. دست خالی یکی هم با اون آقای چی بگم، من هی حرفا قاطی میشه، بعد همه اینا رو میخوام بگم. آخه ببین مثلا شما تو خونتون فیسبوک میکنید، اون یکی از تلگرام استفاده میکنه، همه اینا خوبه، اون توییتر استفاده میکنه، همه اینا خوبه، همه اینا درجه یک. ولی من نمیتونم در لحظه همه اینا رو دنبال کنم، هم فیسبوک رو دنبال کنم، هم توییتر رو دنبال کنم،
هم تلگرام رو دنبال کنم، هم من تنها یه راه رو باز کردم، اونم ایمیله. هر کاری داری ایمیل کن، مطمئن باش من اونجا رو نگاه میکنم. وقت اینی که برم فیسبوک بشینم اقتصادات ببرالملوک پرک و سلطنه، من فرضیه این کار ندارم کی با کی رفته عرق خوری، کی کنار در... یکی برای من ویدیو فرستاده یا آهنگ قشنگی هم از ترکیه، دو تا خانوم هم با یه آقایی لب دریا شروع کردن رقصیدن. خب این عکس خانوادگیه، اینا یه جوون هم رفتن کنار دریا برای خودشون حماقت کردن، اینا گوشتن تو پابلیک. من اینو پخش نمیکنم، ایش شخصی مال خودشونه، خانواده هم برای فامیلاش گذاشته. حالا شما از طریق فیسبوک حسین قلی به فیسبوک حسن قلی وصل شدی، از اونجا به ببرالملوک، اون به ببرالملوک وصله، اون یکی به پلنگ و سلطنه و در نهایت به شما رسیده، این مال شما نیست. شما اینو برای من بفرستی من اینو پخش کنم، من پخش نمی کنم، چیز شخصی خصوصی آدم هست. اما یه کسی خواننده است، رفته یه ویدیو درست کرده فلان کرده اینا، چرا بفرسته اونو خودش بفرسته پخشش میکنه. اگر پابلیک باشه در چی باشه حتما پخشش میکنه. بفرمایید، بفرمایید دوست من. هلو، بفرمایید جانم، بفرمایید. سلام جانم، صداتون خیلی بده، بفرمایید. نمیشنوم صداتون. نه متاسفانه. نمیدونم، از روی زنگ بزن به اون یکی شماره دیگه، به اون چی بود اسمش؟ اون 310-929-5929 به اون زنگ بزن. ممنون، شاید کمک کنه. آره 310-929-5929. بنابراین هر کاری داری از طریق ایمیل با من تماس بگیری، منتظر نباش من تو فیسبوک بیای بگی آقا اعتماد نداری فلان نکرد. نه عزیزم، من وقت ندارم، فرجه این کار ندارم، واقعا خسته میشم. پارامتر سن یادت نره، جوون نیستم واقعا. وقتی اینجا کارم ساعت 5-6 تموم میشه، باور کن دیگه بیهوش میشم و نمیتونم. اگه کاری دارین ایمیل کنی، حتما ایمیلتون رو پاسخ میدم. ولی رو فیسبوک بیام، نمیدونم رو اونجا بیام، این ور برم اون ور برم، نه این کارو وقت ندارم، نمیتونم، معذرت میخوام. شو مسئله مهمی هست، یا حتی دیدم که بعضیا روی اسکایپ پیام میذارن. آقای عرفانی برای من رو اسکایپ پیام گذاشته بود، 3 هفته بعد به دست من رسید. گفت آقای عرفانی لطف کن اینو ایمیل کن، من نمیام رو اسکایپ، هی برم رو اسکایپ نگاه کنم ببینم کی پیغام گذاشت کی پیغام نذاشت، یادم میره و نمیدونم، بلد نیستم، هر چی هست ایمیل کنید. هر کاری دارید ایمیل کنید، مطمئن باش ایمیل تو پاسخ میدم. یکی هم برگردم سر موضوع همین ماجرا که گفتش که چرا اینو میگی چرا اونو نمیگی، بذار اینم نشون بدم، اینم ببین، اینم جالبه. یک آقای مبشری در آلمان که مرد فاضلی است، وقتی خبردار شدیم که پدر آقای ایجادی از میان رفت و خیلی هم سخته هم از دست دادن پدر، یه تسلیتی رو فرستاد که تسلیت عمیق و همدردی مرا پذیرا باشید، برای همگی آرزوی استقامت و تسکین این درد را آرزومندم، با احترام و مهر فراوان مایکل مبشری در کل آلمان. آقای مبشری ممنون از شما و تسلیت با آقای ایجادی نازنین. امیدواریم بتونیم روز شنبه از حضورش استفاده کنیم. مطلب راجب این برنامه مثلا میزگرد سیاسی خاصیتش چیه؟ جز تخریب چه خاصیتی دیگه ای داره؟
چی کمکی در همبستگی میکنه؟ اونو میکوبه که این که کار نیست که، این در جهت تخریبه، در جهت ساختن نی. یه جو کلاهبرداری سیاسیه، یه جو کلاهبرداریه به نظر من. خوشش میاد، بدش میاد، هرچی هست، همینی که هست. در جهت اتحاد و اتفاق نیست، در جهت همدلی نیست. چرا نمیشه؟ به این دلایل نمیشه. اعتماد رو باید به وجود بیاری. یه بار آقای نوریالا گفتش که آقا شما فرض کن که ما رو میاری، آقای فرانی هم میاری، بعد اون یکی رو یه ساعت دو ساعت بهش میدی علی ما حرف میزنه. این که نشد کار که بفهمی شما. آقای بهمن بفرمی. بهمن آبکنار هستم. خواهش میکنم آقای بهمن. ممنون، صدای شما رو شنیدیم برای نخستیم با. بله بفرمی. آقا بران، من واقعا میخواستم از شما تشکر کنم. بعضی وقتی من صدای شما رو میشنوم و آب دهنی که میخواستم چقدر دلتون خوش شده، واقعا دارید زحمت میشید. واقعا اون کسانی که واقعا دستشون به جیبشون بعد از خودش خجالت بکشن که میرم چه میخوام کمک نمیکنم، نه تنها به شما، هر کی که مثلا برای یه قدم برمیاد. ببینید شما میگید راه حل چیه، من فکر میکنم راه حل شهامت، راه حل اساسی از شهامت. حالا ما چه با خمینی موافق باشیم چه نباشیم، ما این شهامتی که داشت اصلا غیر قابل بست. حالا هر کی میخواد بهش بر بخوره، این شهامتی که داشت حالا کاراش غلط بود ولی جلوی شاه ایستاد. ولی این شهامت رو ما تو نسل فعلی نمیبینیم. آقا من یه نمونه براتون مثال میزنم. یه خاطره که در اون دادگاهی بودم، به خاطر کارم تو اون دادگاه بودم، نه اینکه چیز باشه میرفت باشم، ولی یه شغلی دارم که بداد کردم. بعد یه جریان اتفاق افتاد، یه نفر کتک خورده بود. این یه نفر که کتک خورده بود اصلا وجود نداشت، از اون دزدا بود. یکی این مثلا از اون چیزای مال بلوک شهر میان تو اروپای شمالی میان دزدی میکنن نمیان. و این یه نفر کتک خورده بود، یه مثلا به تو میگن 10 نفر اینو زده بودن. بعد پلیس اینجا بود، بعد شواهد اینجا بودن. آقای نمی‌کنه، من یه سه تا خانم جوان، یه چیزی بین 25-26 سال، اینا به طرز واقعا شجاعانه از این شخص دفاع کرده بود. اصلا باورتون نمیشه، ما این ضبطش رو شنیدیم که از پلیس کمک می‌خواد. جور این سه نفر ببینیم که دزدی کرده بود گرفته بودن، که مثلا این 10-15 نفر که از این زاکا بودن، اینا از این کسانی که خشن هستن، باند هستن، گنگ هستن، که از اینا از این شخص دفاع کنه. حالا چه دزدی کرده چه نکرده، به اساس لیاقتش کتک و فلان نه. یک بالای که من مثلا واقعا سر تعظیم دود آوردم که سه تا دختر جوان در خصوص این یکیشون که ما رو دیدادم رو من اینا وقتی این نوی گمان یارو داشتن میزدن این بقیه شیلیا، اصلا من صدای میشنوندم که حیوان داره نعره میکشه. بعد اونجا ما دورش کردیم، بعد شد این یعنی فراری دارن یعنی خودش فرار کرده، ولی تو سه نفر از اون مال باند رو گرفته. یعنی منظور اینه که این شجاعت از کجا میاد؟ یعنی این شجاعت چرا تو ما وجود نداره؟ ما رو از اول روز اول ترسیم دارم آقا این کار رو نکن، نمیدونم آتشی جهنم بارم چیز شد، این کار رو نکن مدیر مدرسه میتونه، این کار رو نکن بزر بابات بیاد خون. اصلا این شجاعت از ما گرفتن، یعنی ما رو اصلا بیبخواهی بیبخواه کردن. این چیزی که میگه واقعا من تعجب میکنم که این همین صحبتی که میکنیم که الان مثلا 4-5 میلیون ما تو ایران از ایران خارج، یعنی که رد میکنیم اسمشو بگه توی یه دونه تلویزیون، توی رادیو، من توی یه دونه فیسبوک، توی هرچی، یعنی جرات نمیکنیم بگه من اینم، بیا من بیا خود چیکار بکنه. آخه اگر بیرون مسافرت هم میدیم میخوام 5 میلیون کنترل کنن. آخه حالا ما بگیم من تو ایران ملت ببینیم به چه بعضی دارن از این شرایط دفاع میکنن، برشاد زنها دارن روسریشون رو برمیدارن، دخترها دارن بابای خبکور میدن، برشاد ولی ما کجای کار هستیم؟ این پرنگی که چرا را ما آخه بیگو خواهیم؟ من فی تحجیب میکنم چی
کار کردن به ماما، یعنی من واقعا من بودم و اصلا من خواستم از شما تشکر. ممنون آقای بر. من واقعا از این آدم های حرفم هم تموم و از این آدم های که این رضی شما بیشتن هم اصلا من میگه تو خیابون یه نفر میگه بیشتن بیشتن هم یه انجکرانی یه اونی میگه دون اما هم شما اینجا به این چیز نگه نفسی رو بگیر. من این هم بهتون بگم من ماه پیش شغل هم گفتن نهل دسته به شغل مالی، ولی با این حال من این فکر کردم که خب حالا شغل هم مالی من اجالتا دستم به دیرم بگم گفتم آخرین کمک مالی که من بتونم ولی بگم پیدا کردم مسئله نیست، ولی میگم آدم شجاعت و لاش بودن یه چیزی که باید آدم داشته باشه. حالا که من هر دفعه همین بوده من نازیدم. ممنون از شما آقای بهمن. شما متشکرم آقای بهمن. متشکرم. مرسی آقای بهمن آب کنار. عرضم به حضور شما که آره من دیروز هم یه برنامه نگاه میکردم از این رمز پیروزی آقای اعتمادی. خب خیلی هم تلاش میکنه آدم ها رو میاره و ازشون پرسه چه باید کرد. ببین آقای منصور یه دونم ایمیله به اینم میخونم و این دو ستا رو جمع میکنم و از حضورت مرخص میشم. نوشته که کیا نوشته که جناب آقای یغمایی، جناب آقای بهبانی، با درود و سپاس پرسش دارم در مورد رضا شاه. آیا آنچه به نام کودتای 1290 میشناسیم واقعا کودتا بوده؟ کودتای 299 هیچ شباهتی به کودتا بر دیگر کشورها نداره، مثلا در عراق، مصر، حتی فرانسه، زیرا حکومت قجر ساقط نشد. آیا عبارت خودسری مناسب تر نیست؟ البته من همین مسئله با کودتای 28 مرداد 32 هم دارم، زیرا قدرت در مجلس زیرا در فترت مجلس انجام شد که شبیه آن را احمد سلطان قجر انجام داده بود، ولی هیچ کس نمیگوید که احمد شاه قجر یعنی کودتا کرد، به خصوص که خود مصدق شاه را مجاز به برکناری قانونی نخست وزیری میداند به پیوست از آقای میلانی. آیا کودتا نامیدن این دو رویداد ناشی از خصومت عمیق مخالفان رژیم پهلوی به شاهان پهلوی نیست؟ حتی به قیمت دروغ بافی بر ضد آنها با احترام خسرو. آقا خسرو این پرسش رو من یه بار از آقای ودیعی پرسیدم. دکتر ودیعی راجع به این موضوع به صراحت گفت نه آقا خودشون در کتاب‌هاشون نوشتن کودتای 1299. آره ما بگیم که خودشون گفتن کودتا، ما بگیم نه؟ یادتونه که در کودتای اسفند 1299 میخوندیم کودتای اسفند 1299، رضا شاه آمد و نامه نوشت حکم میکنم رضا، آخرش امضا کرد رضا، کودتا کرده دیگه. پس کودتا معنی چیه؟ اوش افسر قزاق نظامی ها اومدن شهر تهران رو گرفتن، بعدم یه نامه دار که حکم میکنم اینجور اونجور و بعدش هم زیش امضا کرد رضا. نه کودتا بوده، 100% کودتا بوده. در 1332 هم کودتا بوده، خود آمریکایی‌ها میگن که کودتا بوده و اولین کودتایی بوده که آمریکایی‌ها انجام دادن. بعد از 1332 در سایر نقاط دنیا 1953 که در ایران کودتا کردن، بعد راه کودتا رو آزمایش کردن موفق شدن رفتن جای دیگه شروع کردن کودتا کردن. حالا ما بگیم نه اینا دروغ بافیه، نه من مخالفان پهلوی میگویم، نه آقا جون من تاریخ واقع است، خلافشو نباید گفت. داشتم میگفتم جواب آقای منصورم این استش که متاسفانه دیروزم نگاه میکردم، خب ما توی مراسم ختم حسین مهری نازنی آقای گوهرزار یه سخنرانی کوتاه کرد به عنوان کسی که در حقیقت حسین مهری رو که یه شخصیت بزرگ رسانه بود نخستین بار آقای گوهرزاد اون رو به صحنه تلویزیون آورد، چون اون خودشو چهره رادیویی میشناخت. به همین مناسبت آقای گوهرزاد در اونجا سخنرانی کرد در مورد این آدم، در مورد شخصیت مهری و گفت که حسین مهری آدمی بود که با راست راست چپ چپ
موافق، مخالف، جنایتکاری مثل خلخالی باش مصاحبه کرد، ابایی نداشت، از نماینده نیوکانها مصاحبه کرد تا نماینده چپا. نماینده نیوکانها کیه؟ الان شما نگاه میکنیم اینی که من دیروز نگاه میکردم صحبتهای آقای امیر طاهری، وقتی صحبت اسم امیر طاهری میاد همه باید عقب بشینم و امیر طاهریه، ولی واقعیت صحنه چیه؟ هیچی آقا هیچ راهی نداره و اونا فشلن و اونا ناجورن و مجاهدین که پایگاه ندارن، اونا هم که سگن و اونا هم که خرن و اونا هم که نفهمن و اونا هم که اینجوری هن و ال و بل و شل و پل. پس چی؟ هولت میده به این سن که تنها یه راه وجود داره، امریکایی ها بیان بزنن بکوبن، ما که زورمون نمیرسه، اونا بیان بزنن بکوبن، بعد وقت ما یه حکومتی داریم که حکومت ایدئولوژی نباشه، مردم بخون که مثل مردم، حالا دیکتاتوری هم باشه ولی مردمی باشه، مثل پوتین هم بالاخره دیکتاتوره ولی حکومتش ایدئولوژی نیست، همین ایدئولوژی نباشه کافی. ولی تای حرفش چیه؟ اندیشه نیوکانها رو پرورش بدی. هیچ راهی وجود نداره الا اینکه آمریکایی‌ها بیان بزنن و بکوبن. تو همین سریال هوملند که 72 قسمت، میگن سری جدیدش هم امسال 2019 سال آینده بیرون خواهد اومد، هوملند رو ببینید، پشت CIA رو نشون میده، عملیات بر اونم بر اساس واقعه است، مثل همون سریال قاچاقچی‌ها اینم بر اساس واقعه است، ولی هنرپیشه ها با اسمای دیگه بازی میکنه. ولی یارو رئیس سازمان CIA، اون یکی رئیس FBI، اون یکی فلانه. خب یارو میگه صدا کردن بردنش، حالا این از CIA مثلا آرتیست قهر کرده اومده بیرون و اینا و رفته تو این شرکت های خصوصی استخدامش کردن، مثل بلک واتر مثلا. بعد یارو بردش پیش فرماندهان نظامی آمریکا که شرکت بلک واتر که اونجا یه اسم دیگه به جای بلک واتر ازش استفاده میکنه اونجا حرف بزنه. یارو مثلا چیه آقا طرحتون چیه؟ یارو میگه طرح؟ والا ما یه طرح داشتیم، یه سال بریم افغانستان بزنیم بیایم بیرون، الان 16 تا یه سال اون توییم، طرحی نداریم. فیلمه به هم میخوره، جلسه بلا 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 میشه، ولی فیلمه، ولی واقعه است. این جمله حقیقت داره. خب تره چیه چی؟ یه سال تره داشتیم رفتیم توی 16 تا یه سال اون توی. دیروز تو برنامه آقای دکتر دانش خب گفتیه، گفت از یه طرف این معاون وزارت خارجه، از اون طرف میگه که ما نیروهای میدانی، فرماندهان میدانی طالبان رو به وسیله این هواپیمای بی‌سرنشین می‌کشیم، میگه اون هرچی می‌کشی 10 تا دیگه جاش میاد، این که رایش نیست. همون طرف وزارت خارجه آمریکا معاون وزیر میگه ما داریم با اینا مذاکره می‌کنیم، باید اینا بیان تو مذاکره ما بشینن حرف بزنن. منو به یاد داستان ویتنام میندازه. شکست خب. سوریه افتضاحی، عراق از اون افتضاح‌تره، اونجا اونجوریه، ایران هم که یکی به نعل و یکی به میخ. امروز پولیتیکو با افتخار نوشته که آقای ترامپ میخواسته پیام نوروزیشو در کنار رضا پهلوی بده. یه ذره آبروی هم که داشته اونم به این ازش بگیره. آقا جان داستان از رسانه میگذرد. راه نجات رسانه است. تغییر رفتار از طریق رسانه صورت میگیره. تو اینو نداری. برو فکر کن اینو بساز. شما هم که در این برنامه هستید یه راه بیشتر نداری عزیز من. این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، دکمه لایک صد مثلا رو بزنید. باید این سازمان گسترش پیدا کنه. خب شما نگاه میکنی یارو یه میلیون چند میلیون پول دادن یه تلویزیون درست کردن،
یه دهمشو به من میدادن، من الان میرفتم مکه، میرفتم کربلا، حاجی میشدم، برنامه خوبم ارائه میدادم. تلویزیون فاکتوری هن اینا، فقط فاکتور صادر کرده سیاری، مبل اینجوری، دوربین اونجوری. سپاسگزار از همه مهرت، از اینکه این برنامه رو دنبال میکنی. از شما نازنینانم سپاسگزارم، برای شما آرزوی بهترین دارم. بریم برنامه‌مون رو با آقای آلبرت ادامه بدیم، همراه ما باشید. متشکرم از شما. گفتنی ها رو گفتم، خیلی هم جامون، هفته آینده تکرار خواهیم کرد. متشکرم.